سال هاست گذر هیچ خبرنگاری به این جاده نیفتاده و بیش از 2 سال گذشته که طالبان بر اینجا حاکمند. قلمرو طالبان در نزدیکی گرشک ولایت هلمند. حدود 1 ماه پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به من گفت مسئولین طالبان با سفرم به مناطق تحت تصرفشان در ولایت هلمند موافقت کردند. چهره زندگی در حاکمیت طالبان تا کنون پنهان بوده و حالا من میروم تا این چهره را از نزدیک ببینم. حدود چند دقیقه میشه که ما وارد منطقه شدیم که گفته میشد گروه طالبان در آنجا تسلط دارند. روبروی ما یک نفر از افراد گروه طالبان سوار بر موتورسیکل جلوتر از ما در حال حرکت است و قرار است ما را به محلی که آنها خودشان تعیین کردن برساند. با گروهی 10 نفر از طالبان پس از ساعتها رانندگی به ولسوالی سنگین میرسیم. در این ولسوالی برای اولین بار به نمونه هایی از حکومتداری طالبان برمیخوریم. قیمت مواد خوراکی و اجناس در بازار توسط شهرداری تعیین می شود. در یک مورد هم شهردار طالبان مواد خوراکی را که زمان مصرفشان گذشته ضبط کرده است. پس از سنگین به سمت موسی قلعه حرکت می کنیم. رودخانه هلمند ولسوالی سنگین را از ولسوالی موسی قلعه جدا می کند. ولسوالی موسی قلعه در تسلط گروه طالبان است. یکی از مراکز مهم این گروه. تا جایی که می توان گفت کابل طالبان. من و 2 همکار دیگرم 4 روز است که در اینجا هستیم. اولین گروه از خبرنگارانی که توانستند به زندگی در حاکمیت طالبان نگاهی بیندازند. در این مدت گروهی از طالبان همیشه همراه ما بودند. در این حال چند بار تاکید کردند برای مصاحبه با هر باشنده مصقله آزاد هستیم. به بازار هفتگی مصقله می رسیم. در لحظات اول شاید همانند دیگر بازارهای روستایی افغانستان به نظر برسد. اما با کمی دقت تفاوت‌های آن که نشان می دهد بازار در منطقه طالبان است برجسته می شود. مردانی با کالاهای سنتی و ریش‌های دراز. یک زن را هم در بازار نمی بینید. یک فروشنده به من گفت در این بازار هر چه نیاز داشته باشی پیدا می شود. به نظر مثل این که میگن در بازار میله موسی قلعه هر آن چیزی که می خواهین و نیاز داشته باشین وجود داره راست است. در او قسمت آیس کریم فروخته می شد و اینجا هم مرمی و گلوله. گفته شده که این مرمی ها و گلوله ها از اردوی ملی افغانستان به دست آمده است. عیس محمد صدیق دبای؟ 25 کلدار. از بازار بدون هیچ خریدی به یک مکتب می روید. در بین این دانش آموزان شما هیچ دختری نمی بینید. برنامه درسی شامل یادگیری علوم غیر دینی از جمله ریاضی، فیزیک و هندسه نیز می شود. این مدرسه اولین مکانی است که می بینیم 2 دشمن با یکدیگر همکاری می کنند. همکاری که بر سر آن هیچ توافق رسمی صورت نگرفته. مدرسه توسط طالبان اداره می شود در حالی که برنامه درسی آن از سوی دولت کابل تعیین می شود و حقوق معلمین هم بر عهده دولت است. علی حسینی، BBC، هلمند.